دو سه مدل شبکه های فرقه‌ای تو ایران داریم که کار اطلاعاتی میکنن. این شبکه ها نفوذ کردند، نسلی که گذشت خانوادگی شدن، چون هیچ کس بهتر از یه تربیت یافته تو مکتب خود اینا نبود. این کسی بود که رفتار بابا رو تو خونه یه جور دیگه میدید، این باید بار میومد. عزیز من، چند سال از کودتای 1332 گذشته، هنوز که هنوز آمریکایی‌ها اسنادشو دارن انتشار میدن، بعضی از اسما رو قلم گرفتن. 1332 اون یارو اون موقع 30 سالش بوده باشه الان مرده احتمال بسیار زیاد. مهم نیست، بچه‌ش الان مسئولیت داره. یکی از این شبکه‌ها شبکه یهوده. یهودی‌ها هم انگیزه داشتن، اینا دنبال پولن، دنبال اقتصادن، هر جا پول باشه، قدرت باشه اونجا. اینا فتوای دینی هم داشتن با عنوان یهودیان مارانوس، یهودی که میتونست دینشو مخفی کنه برای رسیده به یه اسم متامش و منافعش. این منافع میتونست از حفظ جان باشه که ماش میگیم تقیه، تا اینکه نه اصلا میگه پول و پله در بیاره بخواد نفوذ بکنه. رو دو سه تا شغل به شدت سوارن اینا: طلا، بانکداری، روزنامه نگاری، رسانه‌ای. اینا اصلا سنتی دست ایناست. پزشکی، در بسیاری از دربارها به واسطه پزشکی اینا نفوذ میکردن. دکتر، تو شاه هم باشی بالاخره مریض میشی، نیاز به دکتر داری. یه نکته دیگه با سوفخ اینا بود که به این اجازه بیشتر بهشون میداد. چی؟ این که دختر بدن به غیر یهودی و فرزند یهودی باشد. نسب از چه انتقال پیدا میکرد؟ مادر. اینجوری میشه که مثلا یه زنیو مثل رکسلانه یا شما بهش میگید خرم سلطان. من 87-88 مقال اینو نوشتم، سریالش موقع پخش نمیشد. از یهودیان اروپای شرقی اومد تو امپراتوری قدرتمند عثمانی، زن شاه شد، پسر ارشد شاهو کشتن، مسمومش کردن و پسر خودش شد شاه بعدی. این روششون. و این شاه بعدی اولین کاری که کرد چی بود؟ حمله به ایران. حواس امپراتوری عثمانی از غرب برداشته شد روی شرق. ایران شیعی صفوی، اینا سنی عثمانی، بجنگید که بجنگید. الان هم اتفاق میفته. بله، چه جای دینی کارشونه. تو ایران یه شاه عاقلی هست به اسم شاه طهماسب، نمیخواد بجنگه، میگه اینا مسلمونه. شاه طهماسب خودکشونده میشه با واجبی داروی نظافت و بهداشت. این شبکه پیچیده سالها هست. مثلا تو مشهد ما، بچه ها گوش کنید، تو مشهد ما کلی یهودی داریم. اینا یهودی اهل کجان؟ اصالتا لار. اینا یهودی گفتن لار کم آبه، کجا بیان خوبه؟ بیا اینجا دیگه، نما بارندگی ها اینجا در بده، شما دنبال آفتاب میگردید. نه، بریم مشهد. واو، مشهد مثلا جای پر آبیه؟ نه، اونجا خوبه. چرا؟ بالاخره اونجا کل خرید و فروش صورت میگیره، کلی زائر داره، لازم داریم اونجا باشیم. میرن اونجا، یه محله‌ای دارن و فلان. یه روز یه دعوایی در میگیره اونجا، یه سگی و شکمشو برید پاره کردن، روده‌هاش ریخته اونجا در حرم. و سگ نجس تو فقه ما، بی احترامیه. شیعه ها هم قراقاتی کردن، مشهدی ها این ور اون ور، مشهدی ها بعد این ور اون ور نگاه کردن و فهمیدن بله، کار یکی از همین خانومای یهودی بوده. دعوا و چوب و چما و اینا، اینا بکشن و از اونا بکش، ریختن تو محله یهودی ده بزن. رئیسشون گفت آقا ما همینا تصمیم گرفتیم همه شیعه شیم. فرمایشید همشون شیعه شد، معروف شد به واقعه الله دادی. ببینم یهودیان الله دادی الان تو اسرائیل هر سال جشن میگیرن. چند وقت پیش رژیم صهیونیستی مستندشون پخش کرد، خاطرات با بزرگاشون میگفتن، من دارم بخشایشو، خیلی جالب. بعد چی میشه اینجا رو گوش کنید. اینا که میگن ما شیعه ایم، شیعه نشدن، دروغ میگن. تو خونه دوتا اسم دارن، تو خونه یه اسم، بیرون یه اسم باش. تو خونه دانیاله، بیرون حسنه.
تو خونه دیویده، بیرون حسینه. ترجیحاً اسما استفاده میکنم دو وجهه، دوگانه سوز. موشه تو خونه، اینجا موسا. از 3 سالگی اینجوری بار میاد یارو، بهش میفهمونن تو دوتا زندگی داری. چند وقت پیش که از این بهایی ها لو داد دیگه، گفت ما کلن دو نوع تربیت داشتیم و این یک راز بود که از کودکی به ما گفته میشد و هیچ کس جز ما اطلاع نداشت. تو توییتر گذاشت و ما سریع برداشتیم، ریتوییت کردیم و اسکرین شات گرفتیم، سریع نظر گذاشتن چیکار کردن دیوونه که اینو لو داده بود، سریع برداشت حذف کرد توییتش، هم بالاخره ریتوییت شده و اسکرین شاتش هست. خوب دقت بفرمایید، اینا بچه‌ها اینجوری امنیتی تربیت می‌کردن. یه جایی هم حق داشتن. چرا؟ چون اینا تعدادشون کمتر بود، تو هر جامعه بودن اقلیت بودن. الان کل دنیا 15 میلیون یهودی داره، مجبور بودن همیشه ویژه خودشون حفظ کنن، جدا نگه دارن از ماجرا. اینا چی شدن؟ کجا رفتن؟ مستشرق یهودی انگلیسی میگه من به مشهد اومدم، خونه رفتم آقای فلانی. جالبه، پیش اسمی که جلوی اسمشو میذاشن لفظ حاجی استفاده میکردن، ملا استفاده میکردن که شک برانگیز نباشه. میگه خیلی برام جالبه، اینا از مسلمونام دو آتیشه ترن، حتما حجشونو میرن. الان ما یه سندی پیدا کردم که از این بچه های استان قزوین مانشونه، طرف حج رفته، خیلی جالبه، نوشته سفرنامهشو نوشته، مال زمان قاجاره، حج رفته بعد رفته بیت المقدس. اینا حج هم که میرفته کجا داشته میرفته؟ میرفته حج خودشون، میرفته به زیارتگاه خودشون، برگشته. این که از آدمهای مورد اعتماد قزوین بوده، به کسی هم نمیرسه یهودی. حاجی بازاریا میگه و برام جالبش، میگن خب پاشید برید اینجا، برای چی اینجا موندید؟ میگه بابا داداش کلی سود داره، الان هم ما با بقیه دنیا ارتباط داریم، هم با یهودی هم با شیعه ها. و جالب اینجاست، میگه اینا تمام اصول دینشون هم حفظ کرده بودن. روز شنبه مغازه رو وا میکردن، روز شنبه اینه که نباید این کار رو کنن، اما کسی میومد مثلا ازشون قیمت بگیره، انقدر گرون قیمت میدادن کسی ازشون نمیخرید. ذبح خودشونو داشتن، میگه جلو مسلمان ها قربونی میکردن، این گوشت استفاده نمیکردن، ذبح یواشکی خودشونو داشتن. من که مسئله شرعیشونو بخوان انجام بدن اراده نمیدن، منتها چرا این کارا؟ بابا این همه مسیحی توی مملکت ما الان هستن، کسی من کار داره؟ این اینا رو دیگه نمیتونی. بعد عزیز من شناسنامه کی اومده؟ چجوری میخوای پیدا کنی اینا رو؟ الان سر این ماجرای محیط زیستی ها دیدی چقدر محکم اومدن جلو؟ میگن باید آزاد کنید. چرا سری هیچ کس دیگه اینجوری هم تمام قد نمی اومدن؟ من به شما میگم، چون بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ایران شبکه یهود زده. آقایی رو که فکر میکردیم سالها سیده، هیئت علمی دانشگاه امام صادقه، جاسوس در اومده. انقدر فنی خودکشی کردین آدم که هنوز که هنوز بازجوهاش گیجن. قد فنی خودکشی کرد مراد موشه تاهباز، مشاور آقای کلانتری و خانم ابتکار. بعد الان زمین و زمان ریختن میگن بعد آزادشون کنید. این من یه درخواست ازتون دارم، این اسم ها تو ذهنتون بمون. کسایی که دارن درخواست میکنن، باشه اصلا همه اینا بیگناه، راست میگی، باشه، ما از مردم میخوایم تو حافظه تاریخی مردم چیه بمون، این اسمایی که درگیرن که نازم.